نطق تاریخی جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا پیش از حمله به عراق حدود 12 سال پیش. دلیل حمله در اختیار داشتن سلاح‌های کشتار جمعی توسط رژیم حاکم در عراق، سلاح‌هایی که هیچ وقت پیدا نشد. و طولی نکشید که عملیات گسترده نیروهای ائتلاف شب بغداد را نورانی کرد. صدام نه 2 روزه بلکه 20 روزه با قدرت خداحافظی کرد، با حداقل مقاومت ممکن در برابر آماج حمله های نیروهای ائتلاف. 170 نیروی نظامی بریتانیا و 4500 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. بیش از 1 دهه از این حملات می گذرد و در بریتانیا هنوز مردم و سیاستمداران به دنبال پاسخ این سوال هستند: چرا اصلا بریتانیا وارد جنگ شد؟ کمیته تحقیق و تفحص درباره جنگ عراق 6 سالی است که به دنبال پاسخی برای این سوال است. رئیس این کمیته جان چیلکات میگوید چند ماه دیگر هم باید صبر کرد، حداقل تا زمان برگزاری انتخابات سراسری بریتانیا که 4 ماه دیگر برگزار می‌شود. او گفته تا زمانی که پاسخ جامعی از همه کسانی که در این گزارش نام برده شده دریافت نکنیم، من نمیتوانم تاریخ دقیقی درباره انتشار این گزارش بدهم. اما آنچه مشخص است این است که این کار چند ماه دیگر طول خواهد کشید. پاسخی که نه تنها برای بسیاری قانع کننده نبود، بلکه با واکنش تند رهبران بیشتر احزاب بریتانیا روبرو شده. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته این گزارش باید تا به حال منتشر میشد و دولت قبلی مقصر است. من از تأخیر در انتشار این گزارش کاملا عصبانی هستم. کاملا به یاد میارم که در بهار سال 2003 دیوید کامرون که الان نخست وزیره و همچنین حزب کارگر به این حمله رأی دادن. حزب ما تنها حزبی بود که مخالف این حمله بود. حالا 12 سال از اون روزا گذشته و گزارش هنوز منتشر نشده. مرکز توجه کمیته تحقیق و تفحص تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا بوده، کسی که پیش از حمله به عراق در پارلمان کشورش گفت مدارکی معتبر به دست آورده که نشان می‌دهد صدام حسین سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی در اختیار دارد. کمیته تحقیق و تفحص از زمان شروع به کار مدارک مکتوب و گفتگوهای رد و بدل شده بین جورج بوش و تونی بلر در آن زمان را بررسی کرده. نخست وزیر بریتانیا البته در رفت و آمدهایش به این کمیته گفته که از همراهی با آمریکا در این جنگ پشیمان نیست. هیچ پشیمانی از ساقط کردن صدام از قدرت ندارم. او یک هیولا بود که نه تنها کشورهای منطقه بلکه کل جهان را تهدید می‌کرد. اگر به گذشته برگردیم می‌بینیم که باید با این تهدید مقابله می‌کردیم و باید او را از قدرت ساقط می‌کردیم. 12 سال بعد از این جنگ هنوز افکار عمومی بریتانیا به دنبال جواب است. چرا با وجود مخالفت عده زیادی بریتانیا به جنگ رفت و چرا هیچ وقت سلاح‌های کشتار جمعی در عراق پیدا نشد؟ حالا با تعویق انتشار این گزارش آنها چاره‌ای ندارند تا حداقل چند ماه دیگر هم صبر کنند.